سلام، با 180 ثانیه جمعه 9 فروردین ماه ما رو همراهی کنید. سازمان آب و برق استان خوزستان با صدور اطلاعیه‌ای گفته است با توجه به افزایش آب سدهای استان و پیشبینی بارش باران سنگین در اوایل هفته آینده، تعدادی از روستاها و شهرهای حاشیه رودخانه‌های دز، کرخه و کارون با خطر جاری شدن سیل مواجه هستند و از دستگاه‌های مربوطه خواسته است برای تخلیه و امداد رسانی آماده باشند. به گفته محمد حسن متولی زاده مدیر عامل توانیر، بیش از 30% از شبکه برق در 10 استان سیل زده آسیب دیده است. خسارت‌های وارد شده بالغ بر 120 میلیارد تومان برآورد شده است. همچنین او اعلام کرد در اثر سیل برق 1450 روستا قطع شده است. گزارش‌ها حاکی است در برخی از مناطق استان کرمانشاه به مانند گیلان غرب از مردم خواسته شده روزهای شنبه تا دوشنبه که احتمال بارندگی شدید می‌رود خانه‌های خود را ترک کنند. همچنین استانداری کرمانشاه از شهرداری کرمانشاه خواسته در عرض 24 ساعت پل فلزی و قدیمی رودخانه قرسو را برچیند تا از خسارات احتمالی طغیان این رودخانه کاسته شود. وزارت خارجه آمریکا در توییتر خود با اشاره به فهرست جدیدی از افراد و مؤسسات ایرانی و مرتبط با ایران که هدف تحریم قرار گرفتند اعلام کرده. ایالات متحده به اعمال تحریم‌هایی که حداکثر فشار را بر رژیم ایران وارد کند ادامه می‌دهد تا این رژیم تصمیم بگیرد پول ایرانیان را برای مردم ایران سرمایه گذاری کند و به یک عضو مسئولیت پذیر منطقه تبدیل شود. حسن روحانی گفت سال 98 هم مانند 97 در تحریم و سختی قرار خواهیم داشت. مردم با فداکاری و مقاومت سختی ها را پشت سر گذاشتند. امسال هم تلاش خواهیم کرد با کمک یکدیگر مشکلات را پشت سر بگذاریم. جورج کلونی، هنرپیشه سینما، از همه خواسته است 9 هتل مجلل متعلق به سلطان برونه ای را تحریم کنند. سلطان این کشور دستور داده از ماه آینده احکام اسلامی به طور کامل در این کشور به اجرا گذاشته شود که از جمله شامل اعدام برای روابط جنسی بین همجنس و سنگسار برای مرتکبین زنای محسنه و تازیانه برای روابط جنسی غیر شرعی خواهد بود. مون جای این، رئیس جمهوری کره جنوبی 2 هفته دیگر برای دیدار با دونالد ترامپ و مذاکره در خصوص کره شمالی عازم واشنگتن خواهد شد. رهبران دو کشور در خصوص تقویت روابط واشنگتن و سئول نیز مذاکره خواهند داشته.